درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً علاوه بر لایک و کامنت های پر از مهرتون، یک کامنت انگلیسی حتی یک اوکی اضافه کنید تا یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. زنگوله رو هم فعال کنید. سپاس. به دنبال شدت گرفتن تحریم های بانکی و عدم توانایی سپاه در بازگرداندن پول فروش نفت قاچاق به ایران و همچنین از آنجا که سپاه پاسداران و بنیاد تعاون سرمایه گذاری های کلانی در بخش اقتصاد و مسکن و بازرگانی در آسیای شرقی داشتند، اکنون این نهاد در پی جابجایی دارایی ها و فعالیت های اقتصادی خود در آسیای جنوب شرقی. یکی از نقاط تمرکز فعالیت های اقتصادی سپاه اکنون مالزی و ماکائو است. در ماکائو که یک شبه جزیره در اقیانوس هنده، سپاه پاسداران بر روی کازینو، قمارخانه و همچنین خانه های فحشا سرمایه گذاری میکنه. این صنعتی بسیار نو در جنوب شرق آسیاست که بعد از شکوفایی بسیار فوق‌العاده در چین جای خودش رو در این منطقه باز کرده و ماکائو که بسیار نزدیک به چینه بهشت سرمایه گذاری برای این کار شده. از اونجایی که چین در حدود 1 میلیارد کارگر داره و قشر متوسط این کشور رو به رشده، یعنی بخش متوسط جامعه دارای ثروتی هرچند کوچک شدن، پس محلی برای تفریح نیاز دارن تا بتونن پولهای خودشون رو خرج کنن. تا چند سال پیش اغلب مردم تفریح رو یک مورد اشرافی می دونستن و نیاز مبرم اونها تنها کار بود و ثروت معنا نداشت. اما اکنون ماکائو محلی برای گرفتن این پولها از کارگرانه و این امر باعث شده محلی بسیار بزرگتر از لاس وگاس در آسیا ایجاد بشه که تهدیدی برای لاس وگاس محسوب میشه. از این رو فرماندهان سپاه پاسداران فرصت رو غنیمت دونستن. در این کشور یکی از فرماندهان میانی سپاه پاسداران لیدری هدایت پولها از دبی و حتی ترکیه به سمت ماکائو رو بر عهده گرفته. این فرد با نام حاج صفدر شناخته میشه که نام اصلی او سید جواد زواره‌ایه. جواد زواره‌ای سرتیپ دوم سپاه و از بستگان درجه اول سید رضا زواره‌ایه. رضا زواره‌ای یکی از مهره‌های به نام جمهوری اسلامی بود که مناسبی همچون اولین دادستان انقلاب تهران، معاون وزیر کشور در زمان رفسنجانی، رئیس شورای امنیت کشور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از سال 1360 تا 1366 و عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی از سال 1368 تا 1384 بود. همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از 1368 تا 1376 و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های سوم، چهارم و هفتم بوده. سپاه پاسداران طبق برخی آمار تایید نشده تا کنون بالغ بر 20 میلیارد دلار در این منطقه سرمایه گذاری کرده. اما سردار جواد زواره‌ای علاوه بر ساخت قمارخانه، در ساخت هتل و بعضی مراکز توریستی و تفریحی و فرهنگی نیز اقدام کرده که خالی از عریضه نباشه. یکی از کارشناسان محلی در امور املاک میزان سرمایه وارد شده به این کشور طی سال 2009 از ایران رو بالغ بر 3.2 میلیارد دلار دونسته، ولی افزوده که این سرمایه ها در برخی مورد شناور بودند و گاهی یک محل در طی ماه بیش از 10 بار خرید و فروش میشد. هرچند که هیچ سندی در مورد میزان دقیق سرمایه وارد شده در دست نیست و تمامی این فعالیت‌ها با نام‌های تجاری و به صورت ناشناس و توسط شرکت‌های وکالتی صورت می‌گیرد. و اما شبکه‌های پولشویی جمهوری اسلامی چگونه فعالیت می‌کنند؟ ایران یک نفتکش اجاره می‌کنه و به علت وجود تحریم‌ها نمی‌تونه برابر مقررات دریایی پرچم خودش رو بر روی نفتکش نصب کنه. در نتیجه پرچم یک کشور دیگه مثلا اندونزی رو نصب میکنه. پس کشتی به شکل سوری متعلق به یک شرکت اندونزیایی میشه. مقصد نفتکش چینه. شرکت چینی به جای پول نفت به شکل سوری چند میلیون لپتاپ میفروشه به یک دلال استرالیایی. این معامله به صورت سوری و بر روی کاغذ صورت گرفته. دلال استرالیایی هم باز بر روی کاغذ و سوری چند میلیون عدد لپتاپ رو میفروشه به یک طرف آرژانتینی و با پول اون 30 دستگاه پورشه خرید میکنه. حالا این 30 پورشه در کانادا فروخته میشن. پول اونها رو 10 نفر در یک کازینو میبازن و یا 30 نفر در یک خانه فحشا در اوکراین یا تفلیس هزینه میکنن.
هفته بعدش 30 نفر دیگه همان پول رو در کازینو برنده میشن و یا کارگران جنسی خانه فحشا که عمدتاً به صورت نقد پول میگیرن با پول خدماتشون و یا بردشون در دبی شمش طلا میخرن و طلا با لنج به ایران میاد و در بندر عباس برادران قاچاقچی در قرارگاه خاتم الانبیا تحویل میگیرن. این مؤسسات و شرکت‌های سوری پول کلانی می‌گیرند و تمام دلال‌ها و افراد معتمد درصد سنگینی واخواهی می‌کنند. به عنوان مثال در یک فقره فروش نفت قاچاق ایران در مرداد ماه 1397 دولت ایران با همکاری سپاه پاسداران و همچنین چندین شرکت به ظاهر بخش خصوصی ایرانی 362 شرکت سوری در ایران، امارات، هندوستان، نایروبی و گرجستان به ثبت رسانده بودند. کل فروش 6 نفتکشی که از ایران عازم شده بود 165 میلیارد دلار بوده که از این میان فقط 40 میلیارد اون قرار بود به تهران برسه و مابقی خرج دلالی و پولشویی قرار بوده بشه و طبیعیه که صدها بار جابجایی سوری و واقعی قرار بوده صورت بگیره و طبیعتاً تعداد زیادی افراد و بانک و مؤسسه و دلال نفت می‌بردن و به عنوان مثال مرجان شیخ الاسلام آل آقا فقط یکی از اونهاست. در واقع به عنوان مثال باید گفت امثال مرجان شیخ الاسلامی که رسانه‌ای میشن در مرحله انتقال آخر که قرار بوده پول فروش 40 دستگاه واحد آپارتمان لوکس در استانبول و آنتالیا رو به ایران منتقل کنن انجام ندادن و به جای انتقال این پول به تهران اون رو به آمریکا و کانادا منتقل کردن. اما چگونه میشه که این ماجراها برملا میشه؟ از داخل کشور که ماجرا از طرف دفتر رهبری و دولت و سپاه پاسداران به صورت دقیق مدیریت و کنترل میشه و اگر این وسط به یک باره فردی در خارج از کشور مثل رضا زرا و یا بابک زنجانی گرفتار بشه دیگه در تهران کسی دنبال اون پول نمیره چرا که با ادعا و واخواهی اون پول شبکه لو میره. اما در داخل کشور چند علت داره. اول اینکه فرد داخل گردن کشی کنه و یا در انتهای عملیات پول رو نه از خارج از کشور که از داخل کشور مجدداً برداره و متواری بشه و یا اینکه لازم باشه حواس مردم رو پرت کنن و یا به علت اینکه در اغلب این معاملات همه جناح‌ها و فعال‌های سیاسی داخلی جمهوری اسلامی با هم درگیر کار هستن به یک باره یک جناح قصد زیاده خواهی داشته باشه و یا اینکه افشای آن براش بیشتر منفعت مالی و معنوی داشته باشه تا ادامه بازی. اما چرا در خارج از کشور بیشتر این معاملات متوقف نمیشن؟ اول اینکه طی روال پیچیده پولشویی چیز رو نمیشه به درستی ثابت کرد و در ثانی این گردش چند ده باره سرمایه در بازار و بانکهای خارجی و عمدتاً غربی و آسیای شرقی گردش چند ده میلیاردیه و به هر حال سود خاص خودش رو هم برای اونها داره. ضمن اینکه تمامی این عملیات به صورت جز به جز کاری خلاف و غیر قانونی نیست. در واقع این روال از چندین معامله زنجیره‌ای قانونی شکل می‌گیره که یک محصول پنهانی داره. محصول چند میلیاردی که در هر یک معامله قانونی با نظارت وکلای قهار و مشاورین مالی خوب انجام میشه. در واقع هر کدام از این معاملات سر سوزنی هستند در یک انبار کاه. یک منبع آگاه در ژاندارمری سلطنتی کانادا آگوست سال 2021 خبر داد که حکومت ایران و حزب الله لبنان از طریق کازینوهای شهر ونکوور، پولشویی و قاچاق مواد مخدر و قاچاق زنان برای بهره برداری جنسی در خانه‌های فحشای خود می‌کنند که در این اقدام از همکاری شبکه‌های چینی نیز برخوردارند. روزنامه فرانسوی زبان لوژوور با اعلام این خبر تصریح کرده که از نظر دادگستری این کشور کازینوهای شهر ونکوور در عملیات قاچاق مواد مخدر و پولشویی و تجارت جنسی به سود حزب الله لبنان و رژیم ایران عمل می‌کنند و دولت فدرال کانادا کمیسیون ویژه‌ای را جهت تحقیق در این باره تشکیل داده. همین منبع تصریح کرده که در این زمینه کانادا شاهد نزدیکی و همکاری رژیم ایران و حزب الله لبنان با شبکه‌های چینیه و شنودهای تلفنی نشون میدن که در کانون این نزدیکی و همکاری یک فرد که رسماً وابسته به حزب الله لبنان وجود داره. همچنین وزیر پیشین مهاجرت کانادا نیز گفته که تحقیق درباره شبکه‌های قاچاق و پولشویی رژیم ایران در کانادا دشواره. هرچند که دولت اتاوا میکوشه بر این پیچیدگی غلبه کنه. دولت کانادا که از سال 2002 حزب الله لبنان رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده، در سال 2020 تحقیق درباره فعالیت‌های غیرقانونی حزب الله در کانادا، به ویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و تجارت جنسی را آغاز کرده.
در پی قتل برخی فعالان و پناهندگان سیاسی ایرانی در ترکیه، منابع خبری در این کشور اظهار داشتند که سرویس‌های امنیتی ایران با استفاده از شبکه‌های قدرتمند قاچاق مواد مخدر، برخی مخالفان خود را در ترکیه ربوده یا به قتل رسوندند. همچنین یک مورد بسیار مشهور دیگه، تجارت سکس توسط سرتیپ پاسدار محسن رفیق دوست. شاید تا به حال نام خانه هدایت اسلامی بنگاه خیریه گل یاس رو شنیده باشید. مرکزی در کرج و زیر نظر بنیاد نور که به نگهداری بیش از 1000 دختر از سن 7 سال تا 20 سال در طی چند سال به فعالیت خودش ادامه میداده. با فرار یکی از دختران از این مرکز و مراجعه به مطبوعات، گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از سوء استفاده جنسی از دختران در سنین مختلف، ربودن دختران، بهره‌گیری جنسی رئیس دادگاه انقلاب کرج و همچنین یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در استان البرز و برخی دیگر از مقامات بلندپایه از دختران و تجارت اونا داشتن. این مرکز زیر نظر بنیاد نور متعلق به سرتیپ پاسدار محسن رفیق دوست فعالیت میکرد. فعالیت این مرکز پس از آن فاش شد که والدین یک دختر با ارائه شکایتی اعلام کردند که دختر 17 سالشون پس از روبوده شدن به مرکزی به نام خانه هدایت کرج منتقل شده و مسئولان این مرکز از تحویل دادن دخترشون خودداری میکنند. با تحقیقات پلیس مشخص شد که ده ها دختر دیگه نیز به عناوین مختلف به این مرکز آورده شدند. رسانه ها از دستگیری برخی دیگر از مسئولین این مرکز به اتهام روبودن دختران، سوء استفاده و انتقال اونا به کویت و دبی خبر دادند. در میان متهمان پرونده، دادگاه تنها حجت الاسلام هادی منتظری مقدم، رئیس دادگاه انقلاب کرج و از مسئولان مرکز را به حدود 10 سال حبس و شلاق محکوم کرد و احکام سایر متهمان به جزای نقدی تبدیل شد. اتهامات وی در دادگاه توقیف و نگهداری دختر 17 ساله‌ای به نام سمن و همچنین اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در جهت اداره کردن مؤسسه غیرقانونی گل یاس کرج، همان خانه هدایت، و همچنین مشارکت در تحویل ندادن نوزادان بدون سرپرست به خانواده هاشون، همچنین اخذ رشوه به مبلغ 5 میلیارد ریال و مشارکت در جلب و توقیف و حبس غیرقانونی 4 فرد و جعل عنوان قاضی ویژه مواد مخدر اعلام شد. پس از آزادی وی با قید وثیقه، رسانه ها از ناپدید شدن دختری که با مراجعه به مطبوعات وضعیت این مرکز رو افشا کرده بود گزارش دادند. مسائل مربوط به 19 دختر 7 تا 20 ساله‌ای که در این مراکز نگهداری میشن در دادگاه مسکوت گذاشته شد. بنا به گزارش سال 2021 وزارت خارجه آمریکا، نظامیان ایران در قاچاق و تجارت دختران ایرانی نقش مستقیم دارند. گزارش‌های آذربایجان نیز در مورد استفاده ایران از منطقه قره‌باغ به عنوان مرکز ترانزیت مواد به اروپا در زمانی که قره‌باغ در اشغال ارامنه بود، نشانگر واضح نقش ایران در قاچاق مواد. سیاست جمهوری اسلامی با روش‌های سیستماتیک در زمینه جذب و استفاده از کودکان سرباز و همچنین مشارکت در قاچاق جنسی بزرگسالان و کودکان چندین ساله که بدون مجازات عمل می‌کند. فرماندهان سپاه پاسداران و مسئولین بلندپایه رژیم اسلامی ایران با استفاده از معصومیتی که دارند در قاچاق مواد و تجارت دختران در منطقه خاورمیانه نقش مهمی دارند. برخی شواهد نشانگر جمع‌آوری و فروش دختران فروده است به کشورهای همسایه ایران از طریق مقامات عالی رتبه ایرانه. بنا به گزارش وزارت خارجه آمریکا، برخی از دختران ایرانی که به زور در گرجستان تنفروشی میکنن اطلاع دادن که قاچاقچی‌ها پاسپورت اونها رو گرفتن و اونها رو به زور وادار به تنفروشی کردن. زمانی که برخی از این دختران از دست قاچاقچیان فرار کردن و به کنسولگری ایران پناه میبرن، کنسولگری ایران هیچ اهمیتی براشون قائل نمیشه و در ادامه این بیمسئولیتی دخترانی که از دست قاچاقچی‌ها فرار کردن یا کشته میشن یا هم مجبور به تنفروشی در خیابان‌های تفلیس. این اتفاق برای دختران ایرانی فقط در گرجستان نه، بلکه در بیشتر کشورهای جهان، مخصوصاً کشورهای همسایه ایران رخ میده و از اونجایی که بیشتر مقامات ایرانی در این کار شریکن و از این کار بهره و سود خودشون رو میگیرن، هیچ سازمان ایرانی از حقوق این دختران بیچاره که به زور وادار به فاحشگی میشن دفاع نمیکنه و در برخی موارد این دختران از طرف مراجع ایرانی با تشکیل پرونده قضایی با اتهام ارتباط نامشروع تهدید میشن و مجبور به سکوت.
ایران ما چهارراه اقتصادی عالم هست، از شرق به غرب و از شمال به جنوب، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک اقتصاد ایران حتی اگر هیچ تولید داخلی هم ما نمی داشتیم از طریق همین صادرات مجدد در ایران و جنبه لوجستیکی دادن به کشور ما و پسکرانه هایی که می توان در اختیار کشورهای دیگر در اطراف خودمون قرار بدهیم، میلیاردها ثروت می توان برای کشور به وجود آورد. رضایی قبلا هم از طریق اسیر گرفتن 1000 نظامی در عرض یک هفته و فروش اونها به دولت آمریکا چند هزار میلیارد دلار نصیب ایران کرد. بنابراین صادرات بسیار مهم است، هم در تولید ثروت ملت ما مؤثر است. ما در این دولت تصمیم جدی به اصلاحات بزرگ و جرایه‌های عمیق می‌داریم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.